نبیل بشیخ حکیم، فتوای کشتن مردم افغانستان را خودت صادر کرده ای یا جنرال باجوا؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل صفحه رسمی خبرگزاری دید، نبیل بشیخ حکیم، فتوای کشتن مردم افغانستان را خودت صادر کرده ای یا جنرال باجوا؟ رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی کشور خطاب به رئیس تیم مذاکره کننده گروه طالبان گفته است که خودت رئیس دادگاه عالی طالبان هستی. مردم افغانستان حق دارند بپرسند که فتوای کشتن مردم افغانستان را خودت صادر کرده ای یا جنرال باجوا؟ با گزارش خبرگزاری دید، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی کشور با تازگی در رشته توییت خطاب شیخ عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان از وی پرسیده است که فتوای کشتن مردم و تباه ساختن افغانستان را چه کسی صادر کرده است. نبیل: شیخ عبدالحکیم صاحب، خودت رئیس دادگاه عالی دارالافتای طالبان هستی؟ برفتن به حضور خداوند همه ما ایمان داریم. مردم افغانستان حق دارند تا بپرسند و خودت هم باید صادقانه جواب بدهی که این فتوای کشتن افغانها و تباه ساختن سرزمین افغانستان را خودت صادر کرده ای یا جنرال باجوا؟ رئیس پیشین امنیت ملی کشور می افزاید که طالبان توان شکستن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ندارند و یک بار دیگر از اعضای القاعده و سایر گروه های توریستی درخواست کمک کرده اند. نبیل با پوست کردن عکس های از اعضای گروه توریستی در ولایت بدخشان می گوید که خطر احیای دوباره سازمان های توریستی در افغانستان رو به افزایش است. در همین حال، به نقل صفحه رسمی 8 صبح، بیانیه غنی مطابق توقع مردم بود. متن بیانیه رئیس جمهور در نشست فوق العاده شورای ملی برای بیشتر مردم دلگرم کننده و امید بخش بود. مردم ناامید از صلح توقع داشتند که فرمانده کل قوا به صورت روشن از موضع دولت در مواجهه با وضعیت کنونی سخن بزند. رئیس جمهور با درک این توقع علیه گروه طالبان رسما اعلان جنگ کرد. این اعلان یک پاسخ واقع بینانه به توقع مردم از فرمانده کل قوا بود. وعده ریاست جمهوری به مردم تغییر وضعیت و استقرار یافتن تا 6 ماه آینده است. مردم از همان لحظه اعلان جنگ دولت با طالبان روز شماری را برای تغییر و استقرار آغاز کردند. به این ترتیب مردم انتظار دارند که جنگ دولت با طالبان باید باعث تغییر در وضعیت کنونی و استقرار نظامی و اداری دولت شود. اگر این تغییر و استقرار حاصل نشود، از سطح اعتماد مردم به فرمانده کل قوا و امید آنها به آینده کاسته خواهد شد. روشن است که بی اعتمادی به دولت و ناامیدی مردم از آینده برای جان همه خواهد شد. پشتیبانی جامعه سیاسی و شورای ملی از بانی روز گذشته رئیس جمهور زامن موقت دولت در جنگ با طالبان است. بیشتر نخبگان جامعه سیاسی افغانستان از برنامه های دولت برای تغییر و استقرار حمایت کرده اند. اعلامیه مشترک 5 ماده‌ای هر دو اتاق شورای ملی نیز در حمایت از این برنامه بود. انتظار می‌رود که این حمایت از سطوح مختلف جامعه انجام شود. دولت برای بخت آزمایی در جنگ به این حمایت‌ها نیاز داشت. اکنون که این پشتیبانی انجام شده است، دولت برای اجرای این برنامه نباید درنگ کند. استراتژی ترغیب برای صلح با گروه طالبان پاسخ نداده است. دولت بر اساس این استراتژی از موضع خود زیاد کوتاه آمد و عقب نشینی کرد، اما سودی برای صلح نداشت. این کوتاه آمدن و عقب نشینی به گروه طالبان انگیزه داد تا تیغ خشونت خود را تیزتر و برنده تر کنند. حالا نوبت بخت آزمایی با استراتژی فشار و تفنگ است. اگر از این استراتژی استفاده درست شود، وضعیت به نفع دولت تغییر خواهد کرد. جنگ اما هزینه دارد. بودجه دفاعی فعلی دولت برای پیشبرد جنگ با طالبان کم است. تعدیل سند بودجه ملی و افزایش بودجه جنگ یک ضرورت است. با پشتیبانی شورای ملی از موضع ریاست جمهوری، انتظار می رود که سند بودجه ملی تعدیل شود. صرفه‌جویی در مصارف غیر ضروری
و اجرای سیاست ریاضیات اقتصادی از گزینه‌های دم دست برای اختصاص وجوه مالی بیشتر به بخش دفاعی است. برای انجام این کار کمترین درنگ فاجعه بار خواهد بود. انتظام دادن به نیروهای مسلح دولت و طرفدار آن یک نیاز جدی است. بی‌برنامگی و سراسیمگی در صفوف نیروهای نظامی قابل تحمل نیست. اصلاحات در تمام سطوح به منظور انتظام دادن به این نیروهای باید اعمال شود. فساد که مادر بدبختی ها از باید در نطفه نابود شود. دولت برای بردن جنگ نیاز دارد تا تمام خلاهای موجود در قوای مسلح را رفع کند. در غیر این صورت تغییر و استقرار به عنوان دو هدف متعالی در حد خیال باقی خواهد ماند. پشتیبانی از اعلان جنگ دولت به معنای پشتیبانی از جنگ لجام گسیخته نیست. دولت ملزم است تا اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی در جنگ را رعایت کند. کشتار غیر نظامیان، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از هر دو طرف جنگ مذموم و محکوم است. جامعه سیاسی، شورای ملی و مردم از این جنگ حمایت کرده اند تا شرایط برای برقراری صلح عادلانه در کشور فراهم شود. در پای فراهم شدن چنین شرایطی جنگ باید متوقف شود. مردم افغانستان به دنبال حذف گروه طالبان نیست. گروه طالبان بخشی از واقعیت جامعه افغانستان است که مردم دوست دارند در صلح با این گروه زندگی کنند. بنابر این پشتیبانی از جنگ دولت با طالبان مشروط است. به محض آمادگی گروه طالبان به صلح عادلانه با دولت باید جنگ با این گروه متوقف شود. در غیر این صورت مشروعیت سیاسی و حقوق این جنگ در افکار عمومی زائل خواهد شد. گروه طالبان باید بپذیرند که مسئول ادامه جنگ است. اگر جنگ شدید شد، مسئول آن هیچ طرفی غیر از طالبان نیست. این گروه بارها علیه روند صلح استاده است. فرصت‌های صلح زیاد بود اما گروه طالبان هدر داد. این گروه باید اعتراف کند که مقصر است. گروه طالبان تا کنون طرحی برای صلح ارائه نکرده است. به همین علت تصور عمومی آن است که گروه طالبان آماده صلح با دولت نیست. این تصور اما با پیشروی گروه طالبان در جریان 3 ماه گذشته مصداق عینی نیز به خود گرفته است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.